سلام و وقت شما بخیر شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم کندکاری در احداث بندهای آب در کشور نگرانی ها را به بار آورده است برخی از آگاهان میگویند حکومت در احداث بندهای آب برنامه های موثر نداشته و بندهای که اکنون زیر کار است کارهای آنان به کندی مواجه است این آگاهان سرمایه گذاری روی بندهای آب را بر رشد اقتصادی کشور سودمند و اینجا برای بحث بیشتر ایمیل و ساده استاد دانشگاه با ما هستند استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید سلام بر شما هم به همکارای عزیز شما تشکر از دعوتتون و برنامه خوب ما در خدمت هستیم استاد دقیقا کارهایی که تا امروز در عرصه بندسازی صورت گرفته دقیقا چقدر میتونه که بسند باشه خب بین که می باز پیش از که ما با سوال شما مختصر جواب بدم، حوالمی اهمیت برقه در 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 کشور و در در سطح زندگی یک اجتماع چقدر تاثیر دارد بسیار کوتاه گفته میتونیم زمانی که برق نداشتین بفهمین اقتصاد نداریم زمانی که برق نبود بفهمین رشد اقتصادی اصلا هیچ وجود نداره و زمانی که برق نبود به این معنا که ما نمیتونیم به طرف یک اقتصاد پویا حرکت بکنیم پس زمانی که بحث از اقتصاد پویا میشه برق یک یک عنصر بسیار لازمی بر رشد اقتصاد است که متاسفانه امروز بنابر نبوده برق و برق منظم و برق خوب ما در تاوان هستیم اقتصاد ما بسیار در ضرر است و بسیار پول هنگفته را به خاطر واردات برق ما به کشورهای خارج می پردازیم با وجود از او ما نمیتونیم امو استفاده که شاید و باید است که تاثیر بسیار خوبی را در اقتصاد باید داشته باشه که نداره متاسفانه بنان عالمی به سوال شما که کارهایی که شده ای بسنده هست و یا نیست بلکل مطلقا ما گفته میتونیم که بسنده نیست و کدام تاثیر قابل احساس جدی را که از طرف دولت شده باشه و یا در عمل پیاده شده باشه ممکن در پلان ها بسیار موضوعات زیاد باشه به خاطر ترمیم و جور کردن بندهای برق ولی متاسفانه موضوع عمل یک بحث است و موضوع پلان دیگه بحث است موضوع ای که ما در فکر یا مفکوری خود کدام پلان ها و اهداف دارم و موضوع تطبیق و رسیدن و عمل کرد به از پلان های یک بحث دی... علایده است ما پلان داریم ما پالیسی ها طرز عمل ها هم بعضی داریم ولی متاسفانه موضوع عمل که پلان عمل میگیشت در پلان عمل ما ضعیف هستیم حالا اصاد به نظر شما در این چندین سال دقیقا چرا ما نتونستیم که همین پلان هایی که بیشتر در عرصه بندسازی بوده و خصوص ای را بیاریم به روی عمل پیاده بکنیم و دقیقا بند هایی که تا حالا کار روی صورت گرفته دقیقا چگونه بوده و دیده شده در حال حاضر روی بعض بند هایی که کار جریان داره خیلی به کندی آبتی پیش میده خب ای که چرا این ای بند ها فعالیت های بند یا پروژه های بند ها چرا به کندی پیش میره و چرا دولت نتانست در نمه زمان به یک, یک دستاورد خوب قابل ملاحظه برسه خب ابعاد بسیار مختلف داره که ما باز کوشش میکنیم که بحث بکنیم سر تمام ابعادش یکیش میاد به ضعف مدیریتی ضعف مدیریتی در متاسفانه در ادارات افغانستان وجود داره ضعف مدیریتی به این مانا که ما ضعف مدیریتی مانار را که ما ظرفیت نداریم ظرفیت وجود داره ظرفیت بسیار خوبه در افغانستان است انرژی بسیار خوبه در افغانستان است جوان هستند مردمای پشت کار داریم ولی متاسفانه سیستمی که برای از اینا ترتیب شوه که اینا بتانن کار با وجه حسن و در وقت و زمان معینش به او دسترسی پیدا بکنن متاسفانه مشکلی جز مشکل در سیستم است سیستم ساختاری مدیریتی ما در ساعت کل در افغانستان در ساعت کل نه تنها در بخش معادن و در بخش بندها بلکه در ساعت کل یک ضعف مدیریتی وجود داره که ما مدیریت درست کردن نمیتونیم زمانی که ما پلان میسازیم وقتی که پلان ترتیب میکنیم در اون زمان هم ما نمیتونیم که مو زمان برای تعیین بکنیم که در چقدر وقت و یا در کدام معدود زمانی ما باید به ازی هدف ما برسیم متاسفانه اونمو به اساس درست صورت نمیگیره بودیجه که برش در نظر گرفته میشه صورت نمیگیره و ابعاد دیگیش که ما گفتم سرش بحث میکنیم که موضوعات امنیتی است مداخلات کشورهای همسایه هستن این موضوعات هم درست مدیریت در افغانستان نمیشه توجه جدی به زیاد صورت نمیگیره که یکی از بسیار جدی است که نمیشه که ما نشده که بندها از بندها درست استفاده و بندها با وقت و زمان خود جور شه حالا تی... استاد چه باید میشد که ما در این بخش چندین سال قبل ما میتونستیم که یک مدیریت خوب استراتژی مشخص می داشتیم که امروز حداقل ما میتونستیم 50 درصد از برق خود در کشور خود از طریق این بندها ما به اصطلاح خود ببینین یک بحث بسیار خوبی است یک ما یک بحث داریم میگیم تعهد ما میگیم ما تعهد به چی داریم زمانی که ما یک وزیر یک اداره میشم آیا تعهد ما چی است تعهد ما امو اهداف و امو لایحه وظایفی که به من سپرده شده هو است مسئولیت جدی ما او را من در, در اولویت قرار میتیم که باید ما به بندها و افغانستان از, از, از یک کشوری که تمام برقش از کشورهای خارج در حالی که زمینه های بسیار خوب ما داریم که ما برق در افغانستان تولید بکنیم بله آیا ما میایم به می هدف میاییم به چوکی میشینیم و یا هدف های سیاسی و شخصی و مسائل دیگه است استاد تحلیل ما... شما چی است که ما چرا در مدیریت این بنها ناتوان بودیم یا ضعیف بودیم این به خاطر ازی است که ما افراد و اشخاص نه به اساس شایستگی ها نه به اساس لیاقت ها و نه به اساس توانایی های او. ما به چوکی مقرر می سازیم. بلکه اونا را به اساس روابط به اساس تقسیم بندی به اساس روابط سیاسی و مسائل سیاسی ما چوکی می دیم. زمانی که ما یک کس را به چوکی میشانیم بحث دیگه که به وجود میاد که وابسته به از است که ما چرا نتانستیم بندها را درست به وقت و زمانش قابل استفاده قرار بتیم اوی است که معصونیت وظیفه هم در پالیش وجود نداره زمانی که یک وزیر به یک چوکی میایه او یک سال بالا خود اعتبار نداره شش ماه بالای خود اعتبار نداره که ما به این چوکی میشینم یا فردا بنابر ملحوظات سیاسی بلا ب... بنابر ملحوظات شخصی ممکن ما از این چوکی پس شم پس زیاد توجه رو به خاطر از چوکی رو نگه بکنه تا که کار بکنه و بندها رو ایمار بسازه به این متاسفانه تمام وقت از اینا سپری میشه چ... چی قسم کارهای رو انجام بده که پارلمان خوش باشه کدام کارهای رو انجام بده که دولت خوش باشه تا کی به می چوکی بانه. و دمی چوکی وظایف خود پیش بره متاسفانه بیشتر تشویش بازی مقامات نمی است که چرا خان چوکی را نگاه بکنه نه ای که چی بکنه تا همو وظایف و همو لایه وظایفی که بعضی سپرده شده و یا اهداف اولی کشور در نظر بیره این یک بدبختی است در افغانستان که باید بعضی توجه شود مسئولیت وظیفه ایجاد شود وظایف به اساس شایستگی و لیاقت به افراد و اشخاص بته و از اونها جوابده باشه فعالیت های از اینا تحت نظر قرار داده شود که آیا این نفر ما چی بکنم یک نفر به یک سال بشونم بگم من این کردم بعد از یک سال ناکام بود نه بعد از یک ما باید کامیاب ناکام بحران معلوم شد حالا در حال حاضر روی بعض بندها یا اقتداد بندها کار جریان داره بس. دقیقا اون صحات که کار روی بندها جریان داره چقدر میتونه امن باشه؟ نیروهای امنیتی چقدر در این عرصه میتونه کمک بکنن؟ با وزارت انرژی و رسات آبرسانی و, و دقیقا و در اینجا یک مشکل دیگر است که اکثرا گفته شده که دست بعضی از کشورها اینجا بازی میکنه که افغانستان نتواند در عرصه بندسازی کامیاب باشه بالکل ببینین امروز آب آب یک یک بحث بسیار مهمه در کل دنیا شده به خصوص در در آسیای میانه و در در جایی که ما قرار داریم و در بین همسایه های ما ها بسیار یک ارزش بالایی را به خود گرفته که ما و شما شاید هستیم هم ایران به خوش سالی در بر گرفته هم پاکستان را گرفته و هم ما را و هم بعضی از کشورهای دیگه در اتوری یک زمان هیچ وقت کشور همسایه نمیخواد که تو آب خود را مدیریت بکنی بنان با هر نحوی که بتانن مداخله ها میکنن تا جلوگیری از امار چنین ها را بگیره به خاطر که این بندها زمانی که ایمار میشه شما آب خود مدیریت میکنین شما آب خود نمیگذارین که به جای به وضو کشورا بره ولی فرض کنیم که به او کشور میره هم شما میتونین در از ازو آب از پیشان موضوع یا ضرورت دیگه رو مرفوع بسازید پس در این صورت بهترین کار به او کشورها در چنین کشورها مداخله هست که با بسیار هنده یک چند نفره که پول دادن اونا دیگه از،, از،, از, خانه خودم تیرستن از فامیل خودم تیرستن متاسفانه از مالک از اسلام از کل چیز تیرستن و میرن و تخریب بند میپردازن که یک،, یک, مشکل یک چالش بسیار بزرگ است ولی این کشورایی کار خودم میکنه وظیفه دولت وظیفه دولتی است تا جلوگیری تو خرابی ها را بکنن نه که بیشینن و مانند ما که از میدیا گپ میزنه اونا همی بزنن که متاسفانه این مشکل وجود داره خیلی پس کی علش بکنن کی امنیت بگیره وقتی که وزارت دفاع نتانه پلیس نتانه وزارت داخله نتانه امنیت ما نتانه مرجی های امنیتی ما نتانه کی بکنه این کار بالاخره پس برای از اونا ای گپ زدن لازم نیست که بگه مشکل هست بلکه با, با, اقدام برای حل از این مشکل بکنن همیت بندها را بگیرن تا این بندها به وجه درست فعالیت خود آغاز بکنه و سرعت بته دیگه بحث بس بسیار متاسفانه مشکل که چالشی که وجود داره ای است زمانی که قرارداد به شرکت ها میشه این شرکت ها درست کار از یا کنترل و نظارت نمیشه شرکت به می خوش است که برو این قرارداد به میلیون دلار دیگه فعالیت شروع کنیم امروز ای کارا ای میکنیم سبایی ای کارا میکنیم نی باید دولت برش یک تاریخ تعیین بکنه که برادر زمانی که تو اینمی قرارداد گرفتی من با فلان تاریخ از پیش تو تکمیل و با میارایی که من از پیش تو با استانداردهایی هایی که استاندارد های قبول شده با این المللی است که بر من منفعت داشته باشه من از پیش شما میخوایم ولی متاسفانه بنابر فسادی که در دولت هست و شرکت ها با که پول دادن برای مردمایی که میرن اوجه به کنترل و به تفتیش ای ای این معامله ها میمانند حالا این, این وضعیت تا چه زمانه و شما قبلا اشاره کردین که اینجا وظیفه دولت است که باید کار بکنه دقیقاً تا حالا ما دیدیم چقدر اقدامات جدی از سوی حکومت صورت گرفته خب بیخی گفته نمیتونیم که اقدامات صورت نگرفته که حالا ما بگیم که نه بیخی منفی گرا شویم اما دیده میشه یک تعداد از بندها که ایمار میشه دوباره بعد از چند روز تخریب میشن برابر بعض دلایل ببینین ببینین متاسفانه یک بحث دیگه ای است که سرش باید یک توجه شود متاسفانه ما امی دولت و مقامات ما در چالش های انتخاباتی و سال بعد از این مسائل انتخابات ریاست جمهوری شروع شد از او قبل از پارلمانی شروع بود و در پهلویش که گفتم که هر کس به مسئولیت چوکی یا نگاه کردن چوکی خود فکر میکنه دولت زیادتر به این زی مشغول است به این مصروف است این یک طرف قضیه هست که اینا در این موضوعات مصروف هستند هر کس از جناب رئیس جمهور گرفته تا به معاونین از معاونین تا وزرا از وزرا تا موینا از موینا تا رئیسا و بالاخره به با, با،, با آمیرین بسیار ساعت پایین اینا کلش هست صبح از شو تا به صبح اینه می فکر رو چرت دارن که چه قسم امین چوکی که پیش ما هست امیر من نگاه کنم این یک طرف قضیه است طرف قضیه دیگه که مداخلات کشورهای خارجی است و طرف سومش مداخلات و زد و خورد و بین خود سیاسون کشور هستن که متاسفانه این هم نمیگذره دولت که به وظایف خود برسه ببینین یک موضوع صورت میگیره مظاهرات میشه مشکلات میشه به مقابل دولت مردم میخیزه جنجال دولت دیگه به مدیریت از اونا و کار زیاد خود به خاطر آرام ساختن از اونا و به قناب پرداختن از اونا میگیره اگر دولت وقت داشته باشه اینمی مشکلات خود مدیریت درست بکنه زمان بندی درست بکنه که چی وقت با مشکلات سیاسون رسیدگی شوه چی وقت به مردم ناراضی رسیدگی شوه و چی وقت ما به منابع یا برای ازمو اهداف بزرگ خود که ساختار بند هاست و دیگر موضوعات است رسیدگی کنیم اینمی زمان بندی متاسفانه در دولت وجود نداره که باید به توجه شوه در پالی تمام مشکلاتی که گفتم که صد دم رای دولت قرار داره باید یک تقسیم اوقات برای هر بخش در نظر گرفته شوه و دیگه بحثی است که زمانی که مسئولیت تقسیم شد وظیفه داده شد دیگه ضرور نیست که هر کس در او کار مداخله بکنه جواب دی باید اونمو وزیر باشه اونمو موین باشه اونمو رئیس باشه که بخش برش سپرده شده فقط باید اونا نظارت شوند از کارشان درست نظارت صورت بگیره کنترل صورت بگیره و از اونا همیشه پرسان شود که به کجا رسید و چی شد و اگر کدام مشکل را به وجود میارن یا بنابر فساد یا دیگه مسائل با ادارات سارنوالی امو حسل مکافات و مجازات تدبیق بعضی وزارت ها در این عرصه مداخلات سیاسیون و همچنان مداخلات کشورهای بیرونی دقیقا چقدر میتونه که بیشتر این بندها را با کندی کار مواجه بسازه بلد. و دقیقا در وضعیت کنونی که همه مصروف انتخابات هستند بازم چقدر میشه که روی این بخش کار بشه خب ما گفتم. که در حال روی این یک تعداد از بندها جریان داره چه قدر از این میشه که تا ما زمان تعیین شده تکمیل بشه ببینید ما گفتم امی ساختار تقسیمات و مسئولیت که ما ببینیم در دولت ما میفهمیم که به کدام بخش کی مسئول قرار دادیم وظیفه اصلی از است که از این پروژه باید نظارت بکنه. هزو باید درست پرسان شود. و از او باید وقت و نواق پرسان شوه اگر در رأس از او وزیر قرار داره موین قرار داره رئیس قرار داره ولو که رئیس جمهور قرار داشته باشه باید از او پرسان شوه که کار به کجا رسید او مردم ها برای, برای, برای موضوعات انتخاباتی دیگه هیچ ضرورت ندارن که اونا مداخله بکنن اونا باید از پیشان پرسان شوه که کار درست انجام میتن و یا نمیتن در صورت نه انجام دادن درست گفتم که اصل مکافات و مجازات باید تطبیق شوه خب ما که وقتی میگیم که اینا باید درست تطبیق شوه امی بند ها باید ترمیم شوان و جور شوان استفاده شد شو. ولی زمانی که حصل مکافات و مجازات به خاطر مردم سیاه جزا باید داده شود و با سفید باید تشویق شد کجا هست؟ شما دیدین؟ ما خو دیم دیدیم بسا شرکت هایی که در حال حاضر روی این بخش ها کار میکنن دقیقا ای که اونا غفلت کردن تا حالا روی بعض بندها نتوانستن به وقت معینش بسیلا کار بکنند دقیقا چقدر از اونا تا حالا که با اونا مجازات و مکافات صورت ببینید صورت نگرفته گپ ما همیشه است ما میگم زمانی که حصل مکافات و مجازات درست تطبیق شد این مانانه ای که یک مامور پایین رتبه که هیچ صلاحیت به تصمیم گیری نداره ما بگیریمش در میدیا نشانش بتیم و ببریمش به به سارنوالی و او را در زندان پرتیم بگیم که ما مکافات و مجازات اصلش را تدبیق کردیم نه حصل مکافات و مجازات باید از رده بالا صورت که در رأس این شرکت ها هم افراد زورمن میتونه وجود بلکل. بالکل، بالکل و دوم گپ ازی است خب تنها بین که همین بحث از دو بود ببینیم یک بود بعضی از شرکت ها هستند که چندین بار از طریق تلویزیون شما ما دیدیم که شکایت کردن که زمانی که ما درخواست بل خدای را می کنیم به دولت که مو پول را که ما مصرف کردیم برای ما پول بپردازیم تا ما مصرف دیگه خود انجام بدیم اینمی بل ده ماها اجرا نمیشه خب وقتی که یک شرکت یک میلیون دلار مصرف بکنه و باز شما بله به وقت زمان بر از او پرداخت نکنین باز یک میلیون دلار دیگر از کجا بکنه که مصرف کنه پس نمیتونه منتظر از اونمو بل میشه که شش ماه بعد که بل از او پروسس شد تا مراحل شد پول به دسترس از این قرار گرفت بازی مجبور میشه مکلف میشه باز بپردازه که یکی از علت های دیگه ای است که چرا بند ها به تعویق میفتن چرا بند ها به وقت و زمانش سرش فعالیت صورت نمیگیره ای یک بود دیگه ایش است و دیگه طرفش خود ناکامی خود ضعف خود توانایی های شرکت ها هست که متاسفانه قراردادها معمولا با شرکت های صورت میگیره کونا همین توانایی درست ندارن چون ده بدین زمانی که یک پروژه با بدنگ میره یک شرکت خوب با میارای خوب با استانداردای خوب پول بالاتر پیشنهاد میکنه ولی افغانستان در فکر چی هست؟ من از این قضیه بسیار خوب با خبر هستم اونا همیشه قیمت پایین دیگه دیگه پشت کیفیت نگرد قیمت پایین بیگی که بر با بجت بانه نه بجت ضرور نیست قیمت بالا بیگی که با کیفیت یک چیز جور شود هزی که بار بار سرش پول مصرف شوه یک بار سرش پول مصرف شوه تا که از بار بار مصرف شدن جلوگیری شوه متاسفانه یک مشکل بسیار بزرگی است که باید دولت در این مورد توجه کنه زیاد خودم مصروف مسائل انتخاباتی قرار نتن هر وزیر مکلفیت و مسئولیت داره که از اینا باید پرسان شوه وزیر از موین خود پرسان کنه موین از رئیس خود و همه تو سلسله مراتبشان اگر اینمی پرسان باشه و حاصل مجازات و مکافات قابل تطبیق شوه در ادارات ما انشالله این مشکل مرفوع میشه و ما میتونیم که در آینده بند داشته باشیم در اگر در این چندین سال 17 18 سال بیشتر از اون ما سپری کردیم اگر نظارت وزارت انرژی و جدی می بود و حکومت هم تلاش میکرد در این چقدر ما امروز میتونستیم با ساخت بندهای بزرگ ما ادقال در برق 50 درصد خود کفا باشیم و یا زراعت خود بعضی مسئولات در داخل کشور شما خود 50 درصد میگین اگر کار درست در صورت میگرفت 80 درصد به 90 درصد ما آل برق تولید خودمی داشتیم ببینیم بسیار ساده ما بیش از 300 میلیون دلار هر سال به پرداخت برق خارجی از کشور ما پول میگن و یک بند ما بیش از 100 میلیون دلار مصرف نداره ما می دانستیم که با همین مصارفی که ما پولی که پول انگفت را به کشورهای خارج می بردیم هر قدری که ما برق داخلی خود ما رشد میدادیم و از برق داخلی استفاده می کردیم و بندها را ایمار می کردیم اونم قدر از پول از اقتصاد ما که پول به کشور خارج می رفت از او جلوگیری می شد پس امروز ما می دانستیم که بعد از دمی ده سال و دوازده سال ما صاحب سه چهار بند پنج بند جدیدی می بودیم که می تانست بر ما برق کافی را که ضرورت ما هست امروز ما گفتم که امروز صنایع ما تولید ما تمام از این به برق ضرورت داره این ای تنها بحث از این فامیلا و خانه ها نیست که ما بگیم که باید خانه ما روشن باشه اگر ما می که اقتصاد روش بتیم باید به صنایع خود با تولید داخلی خود با تاجرای خود باید ما برقه با وجه حسن و مطابق ضرورت از اونا برسانیم تا که تولید رشد کنه و رشد تولید خودش باعث رشد اقتصاد در یک جامعه در یک کشور میشه صدا پای برام هستیم و خیلی کوتا اگر ما بعد از این بخوایم که روی بندهای بزرگ آبی کار بکنیم دقیقاً با چه برنامه هایی پیش باید با باید یک برنامه دقیق یک پلان منظم که در او زمان بندی درست در نظر گرفته باشه و افراد و اشخاص مسلکی و تعهد به کشور داشته باشن اونا را در این موضوع مقرر بسازیم و بر از اونا تعهد بتیم که اگر شما ده این بند این بند به وقت و زمانش به با, با اکمال رساندین بر شما ما مکافات میدیم اگر نتانستین به شما مجازات میدیم اگر حاصل مکافات و مجازات قابل تطبیق شد ما میتونیم که صاحب بند هم شویم صاحب سرک هم شویم صاحب هر چیز شویم در این کشور ولی تا زمانی که ما حصل مکافات و مجازات در کشور نباشه معصونیت افراد فاسد دیگه کشور زیاد باشه و از اونا پشتیبانی صورت بگیره و مردم غیر مستقیم و مستقیم اونا را امایه بکنه ما نمیتونیم که به ازی هدف خود به آسانی برسیم خیلی سپاس دیم الان دانشگاه ساده دانش شما در زیبنا شما. تشریف آوردین و عبینده های عزیز حال توجه کنید به نرخ شماره از ارزای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل یک دلار آمریکایی 76 افغانی 19 پول یک یورو هشتاد و شش افغانی با هشتاد پول یک پاوند انگلیسی نود افغانی با یک پول یک در همه امارات بیست افغانی با شست و سه پول هزار تومن ایرانی شش افغانی با پنج پول هزار کلدار پاکستانی 567 و شست و هفت افغانی با دو پول و هزار کلدار هندی هزار و چهل و هفت افغانی با هفت بول. و این هم قیمت طلا. یک گرم تروئیکو کویتی 3100 افت کنین. اگه گرم فلایسن کوفریتو 1550 افت کنین. اگه گرم طلای بحرینی 2500 افت کنین. اگه گرم طلای ربیتو 1500 افت کنین. اگه گرم طلای ইরانی 1900 افت و اگه گرم طلای روسی 2000 و این هم قیمت مواد اولیه یک کیلو شکر 58 افغانی یک بری ارد خارجی 1420 افغانی یک بری برنج خارجی 2700 افغانی یک, یک لیتر تل پترل 57 افغانی و یک کیلو گاس 65 سپاس از همراهیتان تا این دم تا برنامه بعد خدا نگهدار